ستونای دل آقا چه خبر؟ چی کارا میکنید ستونا؟ عرضم به حضورتون که اومدیم با یک ریاکشن دیگه. حسام تی ام و کاگان آفیشیال لیریک ویدیو به نام بعد از تو. اولین همکاریه حسام تی ام و کاگانه، فکر کنم حسین تی ام همکاری فکر کنم داشت، ولی حسام تی ام اولین همکاریش اگه اشتباه نکنم. میوزیک پرودوسر اشکان کاگان، بیت پرودوسر اشکان کاگان، سین هو حسین امین، میکس و مستر اشکان کاگان، آرت ورک شروین مدیت، نمیدونم چی خونده میشه، ویژوال اس بی اچ ان تی یو، این دیگه فقط میشد اسپل کرد، قابل خوندن نیست. مارکتینگ ام اچ سنی ویکس، اوکی. منیجمنت هم میتریکسا، چی خونده میشه میتریکس وی، نمیدونم چی خونده میشه. من باید یه پیام به دوست عزیزمون بدم، هم راجب اسمش هم راجب کپی رایت های بروکس تی ام دستشه و ما همیشه بابت کپی رایت های بچه های تی ام مشکل داریم. فکر کنم نتیجه با آردای اگه اشتباه نکنم. خب کپی رایت ها مسئله مهمیه که باید بیشتر بهش پرداخته بشه و راجبش فرهنگ سازی بشه توی رپ فارسی و خیلی ها اصلا در جریان نیستن. اینم بهتون بگم خیلی ها اصلا در جریان نیستن که درستش چیه، یعنی خیلی ها اصلا نمیدونن که آقا این حق اثر باید مثلا دست کی باشه، کپی رایت دست کی باید باشه، کسی که ویدیو میسازه یا اون کسی که موزیک رو ساخته. خیلی ها نمیدونن، خیلی ها اصلا نمیدونن که کپی رایت رو چجوری میشه برداشت یا گذاشت. یعنی اصلا در جمع میگن کپی رایت چیه و اصلا باید توضیح بدی بگه آقا کپی رایت اینه و این داستانا. حالا امیدوارم که این قضیه جا بیفته و چون اگه جا نیفته کاملا جلوگیری میشه از برنامه سازی ها، کاملا جلوگیری میشه از مارکتینگ رپرها، چون مثلا خب مثلا دو تا دونه مخاطب هم بهت اضافه کنه اون ویدیو، دو تا دونه مخاطبه و راجبش صحبت میشه و راجبش برنامه سازی میشه و کلن چیز باحالیه. چه دنس رفتن باشه، یعنی اگه دنس هم من اگه ترکی بدم بیرون طرف دنس رفته باشه کاملا از موزیک من استفاده کنه، درآمدی اگه داشته باشه رایت اثر رو میدم به طرف، من از موزیک خودم هر چقدر بخوام در میارم و رایت اثر رو میدم به چه ریاکشن کنه، چه دنسر ها، چه کسایی که به دیده شدن ترک هم کمک کردن. این یه توضیح کلی راجع به کپی رایت ها بود، چون من همیشه اسم میکردم که یه توضیح ناقصی دربارش وجود داره. خب بریم که داشته باشیم بعد از تو رو ببینیم به چه صورته. خب یک نقاشی داریم میبینیم، سبکشو میترسم بگم چون نمیدونم، تخصصم نیست، اطلاعی ندارم، ولی با قلم و رنگ روغن طوره، رنگ روغن نه، رنگ اکرولیک طوره، نمیدونم، و یک صورت سیاهی است که یک صورت سفیدی که صورت خانومه رفته تو صورتش و با هم آمیخته شدن و از دهن، دماغ و دوتا چشمهای آقا داره خون میاد، آقای داره خون میاد. اوکی اوکی بعد از تو لاو و مثلا اینجور تورا از البته دیس لاو توره از تیم مثلا گوش دادیم، من حضور زن نرم. ای حسام حسین گفتم حسام برای تو تا عبد ولی بعد از تو وان نایت یادت میزدیم قدم تا سان رایز معتادم انگاستی فقط تو سابارم پیگیرم من نداری فقط تو کاربوم لباسام دارک لباست پینک کش میدونم ملکت نیست تو فکرت غرق شدم نگاه بیبی موات خورمایی تا شونت چشمشکی
هنو عکسات رو دیوار است، میاد صدا گیتار ابرو میبارن. من که از جون و دل واسط میذاشتم، بگو چی شد شدی انقدر بی لیاقت؟ رفتی بعد از تو قلبم ترک خورد، کجا پیدا میشه کرد قشنگ تر از تو؟ بازم میگم نیستش قشنگ تر از تو، قشنگ تر از تو رو گاییدم فقط تو. تن دریاست. خب قشنگ ترشو چرا باش کاری کردی ستون؟ بی لیاقت. رفتی بعد از تو قلبم ترک خورد، کجا پیدا میشه کرد قشنگ تر از هیچ کس بود میگفت فلان چیه فلانم توش همون عمله تقریبا. تو بازم میگم نیستش قشنگ تر از تو، قشنگ تر از تو رو گاییدم فقط تو. تن دریاست، میشه غرق شد توش، ده بار غرق شدم روم، ترسش مون، سینم صخره است با موجات، قلبم خورد رگم با سرم گیج میره از دستون. تن دریاست، میشه غرق شد توش، ده بار غرق شدم روم، ترسش مون، سینم صخره است با موجات، قلبم خورد رگم با سرم گیج میره از دست. ریم نسخ متاد عواتین که لبم بازم بخوره به لبات، بشین نور شبم وقت داری که تنم نیستی انگار، پس میدم خماری مواد برای تو میکشم عبس، از همه میکشم دست، این دیوونه غرق تو میشه هر شب، بیا خوشگلم غرق نکن دیگه برگرد. افتاد نوکالر بود مامانت، گفت دخترم رگشو زده با کاتر، گفتم بهت خط بزن رو اسمش برو به دخترم، عدس رفت تونه کاراته، همونجا بودش غرق شدم، بعدم میادش از خودم، ندارم اسی جز درد و غم، وسط طولو کرم از شب شدم. ببین بیبی اسام تو با ما وقی فرقتش حساب تو تو جمع فایسا. چه اتفاقی افتاد که رگشو زد؟ میشه غرق شد تو جبر، غرق شدم روم، ترسش مون، سینم صخره است با موجات، قلبم خورد رگم با سرم گیج میره از دست. ریم نسخ متاد عواتین که لبم بازم بخوره به لبات، بشین نور شبم وقت داری که تنم نیستی انگار، پس میدم خماری مواد برای تو میکشم عبس، از همه میکشم دست، این دیوونه غرق تو میشه هر شب، بیا خوشگلم غرق نکن دیگه برگرد. افتاد نوکالر بود مامانت، گفت دخترم رگشو زده با کاتر، گفتم بهت خط بزن رو اسمش برو به دخترم، عدس رفت تونه کاراته، همونجا بودش غرق شدم، بعدم میادش از خودم. به مادره گفت، به مادره گفتش که هر شب بیا خوشگلم غرق نکن دیگه برگرد. افتاد نوکالر بود مامانت، گفت دخترم رگشو زده با کاتر، گفتم بهت خط بزن رو اسمش برو به دخترم، عدس رفت تونه کاراته، همونجا آخر بودش غرق شدم، بعدم میادش از خودم، ندارم اسی جز درد و غم، وسط طولو کرم از شب شدم. ببین بیبی اسام تو با ما وقی فرقتش حساب تو، تو جمعیت فقط بودش ششام به تو، بگو مثل منم خراب حال تو، تو بودی دلیل خوندن رپم، تو بودی تو سرم تا روز بشه شب، مثل چشام پر خونه دلم، برگرد تا تاریک نشده جون دلم، میکری خرم فوری با بوس، غرق چشاتم مثل اقیانوس، من که هر کاری میشدش کردم، تو چی کار کردی رفتی با اون رابطه تموم شد، بدترین شکل واسه من عادی همیشه واسه همینه، دیگه تو رو نبینم ترسم اینه، اینا حرفای منی که قلبم میگه، کی از این شب و نبزم میره، میبینیم همو تشت تو سرزمین عشق، میگن سبز رنگ زندگیه، واسه من چشو تو سبزترینه، رنگ عشق رنگ زندگی ترینه، واسه من چشو تو سبزترینه. نفس عمیق دیگه بکشم، یه خورده آروم شم بعد صحبت کنم. خوب بود، باحال بود، خیلی باحال بود. من چون توی مود دیگه ام الان کنترل نرم. عرضم به حضورتون که
حاجی یه موزلی که جامعه ما داره، موزل این خواه، همه میگن که اصلا موزل بچه های جدیده. حاجی من عمیقا با شما صحبت کنم باشه، من عمیقا معتقدم که موزلی که امروز ما داریم، کما اینکه جامعه شناس و آسیب شناس و این داستان ها نداریم، یعنی مثلا داریم مسلما آدم های خفنی داریم، بکارگیری نمیشه، بکارگیری نمیشه چون جون مردم اصلا مهم نیست، یعنی اولویت هزارمه برای طرف، میبینی؟ جون مردم مهم نیست، اگر باید جامعه شناس داشته باشیم، اگر یک خودکشی اتفاق افتاد راجبش تحقیق شه، چه عاملی باعث شد راجب اون عامل فرهنگسازی بشه. انقدی که رسانه های ما زردن، یعنی تمام دنیا رسانه ها زردن، ولی رسانه های ما یه لول دیگه زردن، یعنی مثلا میزنن به انی، یعنی خیلی عجیب. انقدی که رسانه های ملی ما زردن و به درد نخورن و آشغالن، فکر نکنم هیچ چیزی بتونه انقدر آشغال باشه. انقدی که برای تبلیغات و پیام بازرگانی تمرکز میذارن، اگه برای جون انسان ها تمرکز میذاشتن، انقدی که برای اخبار زرد و به درد نخور و همه بدن ما خوبیم دارن تمرکز میذارن، اگر تمرکزشون رو مردم بود، یک لیستی تهیه میکردن، یک نفر رو میووردن، یک صحبتی میشد راجبش، یک برنامه بسیار خفن میشد ساخت، نه یک قسمت دو قسمت. ولی داداش تو برات فقط ویو مهمه، تو برات فقط پول مهمه، هیچ معیاری از انسانیت نداری ستونم. وگرنه موزلی که امروزه به نظر من، منی که دارم سطحی نگاه میکنم، منی که یه بخش کوچیکی از جامعه هم با دو نفر برخورد دارم، روانشناس نیستم، تخصصم نیست، بالاخره من موزلی که امروز دارم میبینم موزل خانواده هاست، به شدت خانواده های سمی، خانواده های تاکسیک، خانواده هایی که وقتی بچه میمیره خودکشی میکنه، برمیگرده میگه که من که هرچی میخواست براش خریدم. اوکی، کی اصلا بهت گفتم چی کاری کنی؟ چند تا کتاب خوندی؟ چند تا پادکست راجبش دیدی؟ با چند تا متخصص صحبت کردی؟ کی گفت هرچی خواست باید براش بخری؟ این یک. دو، فلکس تو پوله پلشت اصلا. ادعایی که داری میکنی سر پول داری ادعا میکنی. چند بار نشستی با بچه حرف زدی؟ چند بار گفتی دردت چیه؟ خانواده های ما امروزه، حالا اون گپی که بینمون، اون فاصلهی که بینمون افتاده بین نسل ها، ببین نسل بعدی هم این گپه میفته، این فاصله میفته، ولی ما باید انسان های هوشمندی باشیم و بدترین شکل ازش استفاده نکنیم. اگه گپی افتاده، اگه فاصله ای افتاده، اگه اتفاقی افتاده، بشینی کنارش اینه یه دوست، اگه موزیکی داره گوش میده که تو حال نمی کنی، یکم تظاهر میتونی بکنی نمیخواد صد وایسی جلو طرف. اگه میگه من فلانی رو میخوام، آره، اگه زندانی آلکاتراس روزی 3 قتل انجام میده، آره مقاومت کن. ولی انقدر خانواده های ما سم میشدن، نه من پسره باید خونه داشته باشه، مثلا یالا این طرز فکر رو واقعا دارم مسخره میکنم، مثلا خودت تو خونه اجارهی نشستی با 50 سن، این یعنی جامعه سخته ستونم، این یعنی درک کن شاید اون جوون هم نتونه مثل تو،
تو هم 50 سالت شده و نتونستی، منم حالا 50 دارم با تشدید میگم همجوری میاد تو ذهنم، خب تو هم با این سال سن نتونستی، اون جوونم نتونسته، سخت گرفتن نداره که. برو با طرف صحبت کن، برو با بچه خودت صحبت کن، ببین مشکلش چیه، نذار این فاصله بیشتر بشه، نذار یک نقطه مشترک با هم نداشته باشین. جدی دارم میگم، یعنی مگه میشه؟ تو موزیک میزنه اون جوونه گلش باد داره حال نمیکنه با موزیکای تو، تو که آقا، تو که بزرگتری آقا، همسو شو. من یکی رفیقام هست، حالا نمیخوام اسم بیارم، خوش میگه احتمالا، اگه بخواد میگه، اگه نخوادم نمیگه. پدرش انواع شوخی‌ها رو میکنه باشون، پایشونه، یه موزیکایی پیش پدرشون میذارن که مثلا پیش من بذاری من شاکی میشم. یعنی ببین منظور رو آنه، ببین من باید کار کنم رو خودم، من وقتی اینو میدونم، من وقتی به این آگاهی رسیدم که این مشکل رو دارم، باید رو خودم کار کنم، نمیتونم گارد داشته باشم یک سال، نه چون من با این حال نمی کنم اینو اصلا پیش من نزن، خود طرف میره مثلا، میدونی؟ هیچ نقطه مشترکی نداریم امروزه، تو اتاقمونیم، درست میگم؟ تو اتاقمونیم داداشم، تو اتاقمونیم، اینترنت رو برق قطع میشه تازه میریم یه سری به خانواده، این آدم های جدید کی هن؟ چقدر باحال هن؟ چقدر پایان ایول؟ من دوست دارم، چه عجیب، تو ندیده طرف تو زندگیش، همیشه فرار میکنه. نمیشه که تک تک تصمیمای فرزندت رو باش مخالف باشی. Is that humanly possible؟ برای یک انسان ممکن نیست با همه چیز مخالف باشه، برای یک انسان ممکن نیست انقدر کنترلگر باشه، نه یعنی اصلا در این نمیگنجه. من اصلا میخوام یه پادکست راجع به این قضیه به خیلی دوستان بذارم، خود در یک انسان نمیگنجه با همه چیز مشکل داشته باشه. تو طرف پت بخواد بیاره مشکل داری، طرف بخواد یه چیز بخره مشکل داری، طرف میخواد برای زندگی خودش تصمیم بگیره تو مشکل داری، اصلا تو چی میگی؟ تو باید با طرف همسوشی، بری به طرف جهت بدی. تو وقتی صفر وای میستی میگی نه، طرف میگه خب پس من حالا که این آب که از سرم گذشت، من غلطی دوست دارم میکنم، اوکی من خواستم مثلا خرگوش بگیرم، میرم اجدای دو سر میگم، اینا که مخالف هستن که بذار مخالف باشن، سگ میگیرم میارم تو خونت، خیلی سگ دوست دارم، خب سگ پیتبول از اولی مخالفت کردن بخورتش. یعنی خب من میگم رو این قضیه باید کار شه و عامل خیلی از خودکشی ها به نظر من عامل های خارجی دارن، مطمئنم اینو عامل خارجی دارن، ولی به دلیل صحبت نکردن و هم کلام نشدن پدر مادر، که تو نمیای دو خط با بچت بشینی صحبت کنی، یا اونم میبینه دیگه چاره ای نداره، یا به خاطر یه دلیل چرت و پرت خودشو میکشه، و اون موقع من نمیدونم وجدان تو چجوری با خودت کنار میاد. میدونی چی میگم؟ خیلی پرحرفی کردم تو این ویدیو، عذرخواهی میکنم ازتون بچه ها، ولی اگر در آینده پدر مادر شدید یا الان هستین، سعی کنید بچه ها رو بیشتر درک کنید و ستونایی که ازدواج کردن نیستن و پدر مادر نیستن، اگه دارین این ویدیو رو میبینید، سعی کنین که با پدر مادرهاتون بیشتر کانکت شین. نمیدونم چرا اینجوری هن نسلهای قبل تر یه مقدار، ولی خب شما سعی کنید باشون کانکت شید. ولی اینو بهتون بگم که امترین کساتونن، جدی دارم میگم، هر چقدر اون گپه و فاصله او باشه، اصلا کله همو نداشته باشید، اصلا نتونین با هم درست ارتباط برقرار کنید، مثل مثلا توییت آذری اگه باشید، مثلا نسل زد دیس و دیس بک هاتون بالای چشم ما، یه سری کلمات انگلیسی کلمه هم چیده بود مثلا ادای چیز،
اگه میخواد به نسل زد کانکت چی ستونم، انجام رو میبینن نه لفظو. انجام بده، انجام بده ببینیم که چند چندیم ما هم. ولی در دوره شما حالا هر کسی انجام داد اتفاقات قشنگی نیفتاد. مقاومت تو شاید کردی ستونم ولی کافی نبود. ته کاری که شما میتونی بکنی ترورت هم میکنن اشکال نر، ولی میتونی ثابت کنی با مردمی دیگه. ته کاری که شما میتونی بکنی اینه که یک مصاحبه تلویزیونی بگیری، یک جمعی رو دعوت کنی، برنامه زنده بگی آقا من وزیر ارتباطاتم، اینا منو محدود کردن، من میخوام فیلترینگ رو بردارم. مردم شما مشارکت کنید، فلان کارو کنید که من بتونم این کارو کنم. خیلی راحت شاید خیلی کارا رو بتونی بکنی، شاید هم ترورت کنم، ولی خب مردم میفهمن که طرفشون هستی. این از این. عشق دلید دیگه بچه‌ها، عشق دلید و با هم درست ارتباط بگیرید، مثل توییت های جهرومی نباشید. عشق دلید، مرسی که هستید، چشید زیاد. یوتیوب امیدوارم فیلتر تر نکنی، چون نمیدونم فیلتر تر میشه کرد آقای جهرومی یا نه، ولی خب عشق دلید بچه‌ها.